national hero of Afghanistan. Ahmad Shah Massoud was not just a freedom fighter. He was a symbol of resilience, courage, and unwavering commitment to the cause of freedom. His legacy continued to inspire us and to inspire millions who strive for justice and liberty against tyranny. Your attendance here today reinforced the importance of remembering those who have sacrificed so much for the values we hold dear. Thank you once again for standing with us as we honor a hero who fought against the Soviets, against the terrorism. Your support is a powerful reminder that the fight for freedom is a universal cause, one that transcends the border and unites us all in the pursuit of peace and justice. Thank you very much. از همه اشتراک کنندگان محترم، چه عزیزانی که به شکل آنلاین مجلس امروز همه بینند و چه دوستان گرامی که در مجلس امروز اشتراک کردند، از همگی به خاطر تشریف آوری و مراسم امروز ابراز قدردانی میکنم. علل خصوص تشکری میکنم از برگزار کنندگان محفل امروز که به زحمت اونا بار دیگه ما یاد شهدای خود را گرامی می‌داریم و او شمعی که راه را گم نکنیم ما پر نور نگه می‌داریم. همه شما واقف به اهمیت برگزاری چنین مراسم یادآوری از شهدا هستیم. ما فقط لازم می‌دانم که چند نکات کوچکی را در این راستا و در داستان ای که امروز چی می‌کنیم و چه پلان داریم و چه مسئولیت جمعی و شخصی به عهده ما و شماست با عنوان یک برادر کوچک همراه شما شریک بسازم. متاسفانه با همه خونهایی که ما دادیم، با همه قربانیهایی که ما دادیم، متاسفانه بار دیگه کشور ما اشغال، کشور ما و شما در دست ظلم و استبداد و مردم ما در بدترین حالت ممکن قرار دارد. برگزاری مجالس و مراسم ها آن وقت ارزشمند است که راهی شهدا چه در فکر، چه در قلب، چه در زبان و چه در عمل تطبیق شود. امروز زن مرد افغانستان، مرد افغانستان، خرد و کلان افغانستان در اوج ظلم و استبداد و بدون داشتن دسترسی به ابتدایی ترین حقوق انسانی و شرعی و قانونی خود زندگی میکنند. همه ما و شما مسئولیت ایمانی و وجدانی ماست که در قبال وطن آنچه که در توان داریم انجام بدهیم. نفس برگزاری چنین مراسم ها دارای یک اهمیت بسیار بزرگ و کلان است. اول، احمد شاه مسعود و شهدای ما چتری هستند که هر پراکندگی ما و شما را دوستان گرامی می پوشانند. همان گونه ای که در دوران حیات قهرمان ملی چتری بر افغانستان شده بود، امروز باید یادآوری از او چتری بر افغانستان باشد. تمام خلاها و تمام هویت‌های کوچک دیگه ما را بپوشانند. هویت‌های قومی، هویت‌های زبانی، هویت‌های سمتی، هویت‌های حزبی، هویت‌های نفهم منطقی و هر آن چیز دیگه. وقتی که شهید ما یاد می‌کنه، اونم قهرمان ملی را، هویت ما باید به اندازه انسانیت و هویت ما به اندازه آزادی باشه، حتی از مرز افغانستان هم بیرون بره. پس روز و شهادت قهرمان ملی و یادآوری از این روز، درس بزرگش اتحاد است، چیزی که رمز پیروزی امروز و فردای ما و شماست و چیزی که رمز پیروزی دیروز بود. من لازم می‌دارم در این زمینی که من از شهدا یاد کردم، از شخصیت‌ها یاد بکنم. بگذارید من از امیر سر اسماعیل خان یاد بکنم، یک قهرمانی که در کنار قهرمان ملی مبارزه کرد، زحمت کشید و تا امروز استاد است. بگذارید من از استاد سیاف یاد بکنم، بزرگی، رهبری که در دوران قهرمان ملی در کنارش استاد شد،
با هم مبارزه کردن و تا امروز استاد است. بگذارید از استاد محقق یاد بکنم که استاد شد در کنار قهرمان ملی مبارزه کرد و تا امروز استاد است. از استاد محترم استاد عطا یاد بکنم، عین القیاس، همسنگر و همیار قهرمان ملی بود. مارشال سیف فقیه، جنتان نصیبشان، مبارزه کرد، استاد شد و استاد بودند. حضرت علی و شخصیت های بزرگ و نامدار دیگه ای که ما و شما داریم، این نشان از این داره که مقاومت اول ما و مبارزه مردم ما و قهرمان ملی چتر بندازه افغانستان بودند. امروز تلاش دشمن دریسته که ما را ضعیف بکنن، متفرق بکنن، به شعبه شعبه، قبیله قبیله، گروه گروه تقسیم بکنن و به هدف نهایی که حاکمیت استبداد است برسن. پس راه اولش اتحاد و انسجام است. مورد دوم اتکای به خدا و به خود است. دوستان گرامی، خواهران و برادران، هر نوع امید برای تغییر از بیرون یک امید واحد است. بله، هر نوع تلاش بیرونی را ما استقبال می کنیم. باید به گوش جهان ها متحدانه برسانیم که از اوضای افغانستان راضی نیستیم. باید متحدانه تلاش بکنیم که ذهن جهانیان در قبال افغانستان این نباشه که امی ملت لایق چنین شرایط است، امی بی اتفاقی لایق چنین استبداد است. بله، این وظیفه ماست. اما این چشم